په غور کې لاریون په تاوتریخوالي وخت ده. په دې لاریون کې پولیسو او عوامو وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. دغه تر څنګ یو خبريال هم په دې لاریون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. دا چې دا لاریون څنګه تاوتریخوالي وخت ده نن په دې خبرونه کې بحث باندې کوو. سلامونه او نیک هیله قدرمن دونکو، زه اسمه ترکه په دې خبرونه کې له ما سره ډېر قدرمن میلمانه دي. ښاغلی عطام احمد دهقانفر د پولیسي جرګه کې د غور د خلکو استازی، او ښاغلی عارف عابد د غور د ولایت ویاند. تاسو دواړو ته تر هر څه لومړی ښه راغلاست وایم. عابد صاحب او دهقانفر صاحب، بر شما خوش آمدید میگیم. عابد صاحب، اگر پرسش اول از شما شروع کنیم، عابد صاحب در مورد همی مظاهره میتونین کمی وضاحت بدین چطور همی مظاهره به خشونت کشیده شده است؟ تشکر و سلام از ارادت دارم خدمت وکیل سید موفق دوانپور صاحب، خدمت شما، همکارای تکنیکی شما و شنونده های راضی شما. در قبل از ورد دهروز، یعنی محرخ 20، هدفم هست که تعداد از تظاهراتیان دست به خشونت زدن و هدفشان این مساعدت نشدن و نرسیدن مساعدت اون را عنوان کردن. اما در حالی که افراد بی‌فضاحت و فقیر که جهت احکام عرایضشان به دروازه ورودی مقام ولایت حضور یافته بودند و عرایضشان جهت بررسی به کمیته های موظف و ادارات مربوطه در حال فرستادن بوده که یک گروه دیگر تحت نام خواهان کمک و مساعدت قبل از اینکه ارگان های امنیتی را به جریان قرار دهند به دروازه مقام ولایت تجمع و دست به تشلل زدند. آنها با پرتاب سنگ و چوب بالای نیروهای امنیتی و تاسیسات دولتی که نظر به گزارش قماندانی امنیه هم که ما اگر عنوان بکنیم در بینشان تعدادی که با استفاده از سلاح‌های گرم و سرد که نیز حضور داشتند بالای پلیس انداخت کردند و در این انداخت دو پلیس کشته و ده تن دیگرشان زخمی گردیدند. البته اینها میخواستند که نیز تاسیسات دولتی را تخریب نمایند و با آتش بزنند و بدون شک تظاهرات در اول مسالمت آمیز بوده، اما در وسط های تظاهرات با خشونت کشیده شده که و در بین این تظاهرات افراد نفوذ کرده بودند که اینها با سلاح های سوپرمین و انداخت بالای نیروهای امنیتی کردند و نیروهای امنیتی هم مجبور به انداخت و در این درگیری هم متاسفانه هم از هموطنان ما و هم از نیروهای امنیتی ما آماج این درگیری ها شدن که ما تعداد زخمی و تعداد کشته به جامعه. تشکر. باز پس برای شما برمیگردیم. عابد صاحب، دهقانفر صاحب، شما صدای ما را دارین، نظر شما چی است؟ همه تظاهرات چطور به خشونت کشیده شد؟ ما خود صورت های خاندی ولی صدا نشدیم، صورت شما رو میشیم به قوات تظاهرات خود. یک گپ روشن است که مردمای مسکین و فقیری گپا هم روزون یعنیم به استودیوم به خاطر ثبت نام گپا یک توجه که این ثبت نام نبودن مردم واقعاً فقیرن، مردم رو در کل فقیرن، اونا رفته بودن به دروازه ولایت و اینجا بین مردم و پولیس نیروهای امنیتی در خود صورت میگیره. نیروهای امنیتی سر مردم فر میکنن، 20 نفر زخمی میشه و 5 نفر هم جوانهای 20-25 ساله شهید میشن. یا همه مردم هایی هم که از اطراف به خاطر ویدئوی مطالعه دارن فرار کردن به پلی دولت پناه بودن و دیگه هیچ کار و بار و مسئولیت و زندگی ندارن میتاج از اینی کمک بدن. نگه این به خشونت صورت گرفته، نگه توسط که دیگه امتی بلا مردم فر شده، مردم شهید شدن، مردم زخمی شدن، دیگه از اینی قرار است. اما کسایی که اول دست به خشونت زدن به نظر شما کی بودن همه اینها؟ یا همون مردم هایم که فقط بر شام خود نام ندارن، فقط به دنیا یک نامی دید دولت نظر که پرشان گرفت بوده پیش رو یکمون سلاح رو میدن میده هیچ کسی به اینجا نبوده نمیدون برقا ما نبوده یا بیستودیون این بزیر حکومت بودن که به برزی و پاسخ بگه که چی کار میکنه با یا چرا ثبت نام نکردن یا فرزن یا چرا ثبت نام ماندن یا خود مستحب میدانن دولت چون جا نرفتن مونده دولت با اومدن پیش روی والی که دروازه ولایت که عرض کنن به اینجا خشونت میشه، خشونت صورت میگیره و کدام چیز دیگه ندارن. مردم غریبن، مردم مسکینن، مربوط کدام جریان سیاسی نیان، کدام برنامه قبلی نبوده، فقط از مظلومیت گرسنگی به شهادت رسیدن و زخمی شدن.
تشکر دهقان پرسم، باز پس برای شما برمیگردیم. عابد صاحب، به نظر شما بله. اولین دفعه که در تظاهرات دست به خشونت زدن، به اساس راپورهایی که به رسانه ها رسیدند که بعضی کسای مسلح در بینشان بودند، به نظر شما نظر شما چی است؟ بدون شک ما پیشتر هم اظهار کردم برای شما، گفتم که گزارش از خانومن سیدنبیه و گناه کشیم و افرادی نفوذ کرده بودند در بین کسایی که دست به تظاهرات دادن به خاطر اینکه به ما کمک نرسیدن و از عدم مشاهدت اینا خواستن که دست به اعتراض بزنن، اما کسانی در پشت صحنه بودن و دست داشتن که این تظاهرات رو دستشاش بودن و با خشونت کشیدن که متاسفانه نباید کار میشد که اما متاسفانه هم هموطنهای ما هم نیروهای امنیتی ما آسیب رسید و هم تجهیزات دولتی و هم موتورسیکل هایی که اینا با آتش کشیده بودند و شیشه های موتور که مزارشی ها میده کردن که واقعا کار خوبی نشد و یک فاجعه حساب بد رخ داد که ما هم خواستاری مثلا نبودیم. به نظر شما کمی وضاحت در همین مورد داده میتونن که ها بودن در بینشان و نفرای مسئله چی میکردن در بینشان؟ بدون شک هرچند که تا هنوز واضح نشده ولی هیئت ارتجاب تعیین شده، انشاءالله بزودترین وقت این که اونا نتایج تحقیق خود را پایان برسونن و بررسی های که از صورت بگیره از طریق این هیئت ولایتی، انشاءالله بزود وقت نتایج به شما خود شریک شدیم که پشتی سر از این مسائل کی دیست داشته و کی هست همچون خصولتی داره و کی مزرنجا را سنگ بار میکردن و انتقال میداده تا اینکه تحصیصات دولتی، نیروهای امنیتی، در دروازه و پنجره و حتی هتل‌های بیرونی، حتی پنجره‌های دکاکین و کسانی که بالاخره در دکان خود بودن برای فروش، برای تجارت، اونها آسیب رسوندن. تو از شما از زرنج یادآوری کردین، یعنی سنگ به زرنج آورده بودن؟ این افرادی که نفوذ کرده بودن، نه تنها که اینا اسلحه داشتن، نه تنها که اینا که با کیبل و چاقوی مسائل آماده بودن، البته با زرنج هم سنگ انتقال داده بودن که آثار علای ما تصویر برداری کردیم و رسانه ها اونجا حضور داشتن و همه مردم دیدن و کسانی که واقعا مستعزف بودن، مستعزف بودن که اونا نیاز به کمک داشتن، اونا با داخل ماندن، ما اونا را از رای ورودی یا دیگر از پشت سر اونا را بیرون کردیم و کسانی که تیم بعدی که خطوط را اندازی کردن و نمی مشخص نشد تانوس و لعیت اعتقادیات تعیین شده، انشاءالله که بزرگترین وقت تشکر که تشکر عبید صاحب، پس برای شما برمیگردیم. دهقانپور صاحب، اگر شما بگوین، سخنگوی صاحب گفت که بعضی مردم ها سنگار به زرنج به محل حادثه آورده بودند و همچنان همو مردم های مسلح بودند در بینشان، نظر شما چی از در همین مورد؟ ما خود محل واقع نبودم، کسایی که به محل مزرگه رفتن یا گفتن و رفته بودن استودیون که دولت پاسخ بگیرن، به اونجا کسی آدر نشده، رفتن در آده ولایت که دولت بخواهن که با این مردم چی میکنه. این کدام برنامه خیلی هم نبوده که دشمن به اونجا با مسلح داخل شد و دشمن هم داخل میشه مسلحت دولت تا چرا جلیه دشمن رو نگیدن. اگر سنگی بولیس هم میگه که ما اونجا افراد مسلح بوده، اسناد داشته باشه درست است، یا کدام نفر مسلح رو کشته باشه درست است. وقتی مردم گناه باشه 25 ساله مردم کشته میشه، به این حالت به او حرف خانگوی والی صحبت دیگه. حقیقت موجودی رو ما در محل نیستیم، ولی اگر او اصنادی داشته باشن حرفی نداره. من باور می است که در اونجا حرفی هم نیست، فکر نمی کنم که در اونجا افراد مطالعه بده باشه. اگر بوده باشن این مسئولیت دولت است که افراد مطالعه رو میگه که این مردم داخل نمیشون اونجا مرکز ولایت است، در اونجا دشمن نیست دیگه. این گناه بازم برگرده به دولت. به هر حال کشتن مردم و هم افراد بیگناه، اگر افراد کشته شد کدام اصطلاع داشته سوابق دوری داره درسته، در غیر تو بشه 25 ساله مردم از گرسنگی آمدن حق بخوان کشته شدن. این مبتیل وقت به هیچ وجه قابل توجیه نیست، انسان کشته شد، یا انسان هم یا خب پدر دارن مادر دارن، آخر این تو خب ساده نیست که فرزن پلیس سر اضافه کنه، پلیس باید از کشتن جلد کنه، نه که مردم بکشه. هر نیروی امنیتی مسئولیت دفاع مردم داره، نه مسئولیت کشتن مردم. یعنی شما موجودیت افراد مسلح را در رمی حادثه رد میکنین که نبودن؟
بله من وکیل محل نبودم، من باور ندارم که دوم افراد سلکشن فلان خیلی هم نبود که افراد مثلا دوم جا بجا بجا از اون منطق اجازه ندارم که دادم فکر کنی که افراد مثلا باشه. اگر بوده میلوانه کنم انسانگی والیس افراد مثلا رو معرفی کنه کی بوده و چند نفرش رو گرفته تو مرکز ولایت هم اطراف یا دو همه نیروهای دولتی هست افراد مثلا رو کجا شد پرواز کرد کجا رفت اگر بود بازن از صحنه کدام اسنادی دارن کدام ویدیو دارن اگر ثبوت داشته باشن درسته. بازم اگر افراد مطلب افراد مطلب اگر کشته یه نگی بشه این ساله مردم رو کشن. یعنی به نظر شما پس دو حدیثه که پلیس چند نفر پلیس زندگی خود را از دست دادن یا کشته شدن، او چطور کشته شدن که افراد مسلحانه بودن؟ بله؟ اما پلیس که از بین رفتن در میرسن پلیس هنوز حرف قمامان سن امنیه است، هنوز پلیس کس نامش دیده نیده سکیم شدیده نیده شفاقانه خبره یا دست دیده که قمامان سن امنیه گفته از این بعد هم کس نمیان پولیس هست خیلی کس نمیان آدرس پولیس هست نمیان جسد پولیس هست. یعنی شما اصلا از بین رفتن پولیس را در امیاد سا رد میکنین؟ وقتی سند نباشه معلوم هست که رد میکنیم. پولیس هم نامش اشتر نکرده، ملالش هم اشتر نکرده، دیگه تصویرش نداره، ویدیوش نداره، جسد و جنازه شکست نایده، کس نماز برش نخونده، او رو دفن نکرده، یاد منطقه تو خیالیه. اگر هیچ چیزی وجود داشت همه دنیا میبینم، من میبینم، شما هم میبینم. تشکر دهقانپور صاحب، پس برای شما برمیگردیم. عبید صاحب شما صدای ما را دارین؟ دهقانپور صاحب گفت که اصلا پلیس در این حدیثه از بین نرفته و اگر از بین رفته باشه شهرتشان افشا شده. شما چه نظر دارین؟ اگر پلیس از بین رفته باشه شهرتشان دارین؟ بدون شک. و زمانی که تظاهرات آغاز میشه خود به دروازه ورودی معترضین با عمو وسایل به دست داشته چی سنگ و چوب و هر چی که بوده با پلیس میتازند و اونا را آماج قرار میدن. باز هم پلیس عقب نشینی میکنه و خود میندازه در مو داخل سنگر خود و یعنی با معترضین هیچ برخوردی نمیکنه که بالاخره به خشونت بکشه. خب اینکه باز شدت میگیره این تظاهرات یا این مظاهره، بعدا پلیس هم ناچار که جلوگیری بکنه و نه اگه جلوگیری نمیکرد هم خود با قطعه عملیاتی هم با مقام ولد و هم با مکمه و همچنان و دیگه هم ممکنی شاید ممکنی متحدین خود را میرسوندن و شاید بیست به عمالی باز بدتر دیدیدی که شاید تعمیر با آتش کشیدی، شاید موترها رو با آتش کشیدی، بدون شکش هم توسته کرده که بدن خود محکمه استنافورو اونا رو با آتش کشیدن و با سنگ و چوب حتی ماهایی فایره ها و مو شلیک هایی که متحدین کردن و این دروازه مقام ملنگ کردن و مو دامایشان مانده حتی دروازه گریر که سوراخ کرده که مرمی خوده. خب بدون شک کسانی که شاید رویداد بودن و در همون صحنه بودن اونا بیشتر میدانن. اول اینکه پلیس توسط معترضین به قتل رسیده یا هایی که توسط فایر معترضین یا دیگه کس تحقیقات جریان داره و انشاءالله که همه هیئت احتجاج تحقیقات خود نهایی کرد و به آخر رسوند و بعد از اون یافته هایی که اونها به دست آوردن بازخواست شرک ساخته شد که پلیس توسط کی به قتل رسیده و معترضین توسط کی زده شده و او را خبرنگار رسانه‌ای که از صدای غور هست و او همچنان قضیهش روشن‌تر خواهد بود که بازار انشاء معیت حجاب بیشتر روشن می‌سازد. اما معترضین با شدت ما شاهدی همچون حرکتی و همچون اعتراض واقعا نبودیم، دیده بودیم اعتراض ها. اما اعتراض میشه پیش از اینکه اعتراض شه آدم ارگان های کشفی امنیتی و تو مقام و نظر جریان میمانه، مسیر خود مشخص میزیزی، خاص خود مشخص میزیزی، یعنی برای اونا جواب رد و جواب نه داده نشده بود که اونا اعتراض کردن. من گفتم که مستحقیر که یعنی خواستار کمک بودن اونا با داخل مانده بودن، پیش ما با داخل ولی گروهی که بعدا از پشت سر این آمد اختشاش ایجاد کرد اینا به بیرون از دروازه مانده بودن که ما با سرکل واقعی که ارهای شما جمع آوری کردیم در حدود 150-200 نفر اینا از راه عقبی از پشت سر اینا رو بیرون کردیم، هم شامل زنها و مردها بودن که متاسفانه باز گروه اختشاشگری که از پشت سر خامد و اینا خشونت از زیادتر ساختن و اینا شلپت بخشیدن که متاسفانه در اثر درگیری حتی بسر آف و حتی نگاه امنیتی آمد و حتی تانک ها آمد رسال که بازم دیدن که شدت نباشن. بعدم سیرهای اولی شد که پلیس خیلی اوهی کرد که بلکه شدت این مظاهره کمتر شد اما نه بیشتر شد
بعدم از داخل که کسانی که نفوذ کرده بودند اینا شلیک کردن سر نیروهای امنیتی و نیروهای امنیتی هم بدون شک درگیر شدن با اینا متاسفانه. عبید سر، شما چند نفر پلیس که از دریای حادثه زندگی خود را از دست دادن تایید میکنین و چند نفر زخمی شدن؟ دیروز رفی ساعتی یکی نیم بجه ما کنفرانس خبری داشتیم که شخص خود والی سید آمار مشخص برای رسانه خواهد داد، دو پلیس کشته و ده تن زخمی. شهرت شان شما دارین؟ و نشر کردیم دهقان فرس هم گفت که شهرتشان نشر نشده تا بالا از همون پلیس هایی که در این ساز بین رفتن جهت روشن شدن اقایی قایی رو میشه که از کامدان سیبندی که چون آمار اونا برای ما دادن و تا زمان کنا آمار با ما نمیدادن و ما همچون نشست خبری رو برگزار نمیکردیم که برای اینکه باز آگویی حاصل بشه و میشه که کامدان سیبندی باز در این دارت پاسگو باشن و ممکن اونا شاید هویتشان پیشان باشه که باز ما وضعیت بیشتر بده. تشکر، پس برای شما برمیگردیم. دهقانپور صاحب، اگر شما بگوین کی را ملامت میدانین در امیاد ساوا، کی کسی غفلت کردند و در مجموع حکومت مرکزی چقدر متوجه امیاد ساوا بوده تابال و آیت تعیین کرده تابال کار خود شروع کرده یا نکرده شروع؟ ما خود این کسی ملامت میدانم که سر مردم فیل کرده. دی ملامت خوب روشن است دیگه. پلیس در اون مردمی که از گرسنگی به تنگ آمدن مراجعه کردن، او به کدام جریان سیاسی هم تعلق ندارن، کدام سازماندهی خیلی هم وجود ندارن. مظلومترین مردم در افغانستان غور است و مظلومترین مردم هم در غور یعنی کسایی بودن که آمدن به خاطر یک لقمنان. نگه وقتی که علیه اجازه فیل صورت میگرد، پولیس امکانات دیگه داشت که باید جلوشی میگرد. پولیس داخل تانک ها بودن، و داخل سرگ و کتسم کتیری شیشه یا پاش میده کرده. خب یک شیشه میده کرده باید آدم بکشین، دیگه امکاناتی وجود داشت که جلو دیگه گرفته میشه. من مقصر میدارم کسایی که سر مردم فیل کرده، هر کسی که هست نظر من مقصر هست. و در ضمن ما از وکلا خود در مجموع از حکومت مرکزی خواستیم که اقایتی با صلاحیت محل بره و قضیه از نزدیک ارزیابی کنه. وقتی قضیه از نزدیک ارزیابی شد، حقیقتا هم روشن میشه. یعنی اون یه حرفی دهقانپور کدام مفهوم داره، یه حرفی سخنگوی والی سه. حقیقتی موضوع به اونجا اهمیت داره. ما خواستار هیئت هستیم، هیئتی با صلاحیت به اونجا فاجعه صورت گرفته. 5 نفر اطفال جوان مردم شهید شده، 20 نفر زخمی شده به جرمی که آمدن فقط چی خواستن که برشان کمک شده. به می جرموان نی کدام گریان سیاسی هستن، نی کدام سازمان یافته هستن، فقط گرسنگی وارد این حالت رسانده. دیگه بازم مردم با وجودی که حکومت مرکزی به حکومت باور ندارن که هیئت حکومت نتیجه نداره، ولی ما راه جزئی نداریم که باید حکومت مرکزی هیئت بی طرف و با صلاحیت روان کنه و حضور ببینه. اونجا نگه دهقانپور معنی داره و نگه سخنگوی والی، حقیقت موضوع به اونجا قابل اعتبار است. مظاهره کنندگان اسلحه داشتن و نشانه های هستن که فایر کردن و دروازه ولایت فایر کردن و به ساختمان قماندانی حمله کردن. شما در این مورد چه نظر دارین؟ نه اون ساختمان قماندانی نیست، اون قطعه بنام قطعه عملیاتی است و در ضمن هم آلی که حمله کردن کجا رو گرفتن، کدام دیوار امریکن است، کدام دیوار تیر شدن دیگه. یوخ هم حرف هایسته که برای براحت خود سخنگوی والی صاحب میگه او کار یا تو از حقش است و از خود دفاع کنه، ولی ما خواستان ازی هستیم که ید بره و حقیقت پیدا کنه. اگر میگن که افراد مسلح بوده، اسناد افراد مسلح را ارائه کنن دیگه، خود کدام مشکلی نداره. جریان تحقیق هم حقیقت ها رو ثابت میکنه. گفتم که وقتی که تحقیق صادقانه صورت بگیره، اون یعنی دعای ما معنی داره، نی دعای سخنگوی والی، حقیقت موضوع معنی داره. مشخصا خشونت از طرف کی شروع شده به نظر شما؟ خشونت اگر طرف داد امکان داره طرف یه اون مردم خشونت شروع شده باشه، کسی یک کم داده باشه، ولی یه ایجاب بده نمی کنه که دمیونه بسته شده. تشکر دهقانپور صاحب، پس برای شما برمیگردیم. عبید صاحب، شما صدای ما را دارین. دهقانپور صاحب گفت که اگر خشونت از طرف مردم شروع شده باشه، ولی پلیس حق ندارن که بالای مردم پایر کنن. تشکر. خب بدون شک واقعیت هست. چرا پلیس ما تا اینکه مجبور نشه، تا اینکه از طرف معترضین دست به خشونت زدن نشه و یا شلیک نشه،
یعنی پلیس ما به هیچ شرایطی در تحت هیچ شرایطی بالای تعداد کنندگان و حتی هرکسهای مدنی و حتی اجتماعات بزرگتره که به این شخص صورت گرفته اینا به هیچ وجه این مشکل خلق نکردن. اما اینکه خب این طرح هست که ما و نظر دوانپور صاحب موافق هست که اگر یک هیئت بلندپایه‌ای از مرکز بیایه و با نهادهای مختلف و این قضیه را بسیار دقیق موثق بررسی بکنه و انشاءالله پهلوهای مسائل سبک سنگین میشه، موضوع آسیب شناسی بیشتر صورت میگیره و مشخص میشه که یعنی گناه و کدام طرف گناهش بیشتر بوده و کی جلو شلیک کرده، انشاءالله این مسائل مشخص میشه. اما اینکه پلیسی رو شلیک کرده خب طبعا اگر پلیس شلیک نکرد ممکن اونا به مقام ولایت داخل شده باز تشکر عبید صاحب ببخشید تشکر عبید صاحب ببخشید یک پرسش دیگه را کمی کوتاه جواب دادین که وقت برنامه رو به اختتام است. شورای ایدهای شورای ولایتی را که خشونت از طرف حکومت شروع شده یا از طرف پلیس شروع شده چی میگین؟ چی نظر دارین؟ شورای ولایتی کدام نظر را این مورد فکر نکنم مختانوس سانه یک گزارش دارم این مورد نشر شده بود که کدام موضوع یا در مجموع شورای ولایتی، اگرچه من با رئیس شورای ولایتی تماس گرفتیم ولی او حاضر به گپ زدن در این مورد نشد. میفهمم، ولی دیروز راست ساعت 5:30 رئیس شورای شهر، جامعه مدنی، بزرگان و اصلاف شهر اینا نشست داشتن با والیس پیرامون این منصور صحبت کردن و اونها هم خواستار هیئت غدیاب شدن که در اون جلسه هم حضور داشتن بعد از نشست خبری تشکر. که اونها اومدن بله و اونها با والیس نشست داشتن و پیرامون این موضوع بحث‌های شد. فقط بحث اصلی همین بود، محور بحث همین بود که هیئت غدیاب تعیین شد تا این مسئله رو بیشتر تشکر. محمد عارف عابد دی غور ولایت ویاند او خاغلی عطا محمد دی قانپور دی پولیسی جرگه که دی غور ولایت دی خلق و استازه نتاس دوارم دیرم منانا که مچ پدیخ پروانه که مولا مونگ سر اگردون وکرد قدر منو لدون که دینان خبرت رامدی زیو تدیش یو زلبیا مونگ ساس پچوپر که از ریو که وقت ولری پا پاک سکتن مصبرم.